همراهان عزیز همه چیدان، لطفاً برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب کنید و برای مطلع شدن از ویدیوهای جدیدمون روی زنگوله کلیک کنید. شناسایی پادتن قدرتمند برای کرونا از طریق شبیه سازی تاج ویروس. مرکز ملی تولید درمان NCTM، ایستگاه آزمایش مهندسی دانشگاه I&M تگزاس در حال تولید شاخک‌های پروتئینی ویروس کرونا برای شناسایی آنتی‌بادی جهت جلوگیری از ابتلا به این بیماری است. شاخک‌های پروتئینی که تاج کووید 19 را تشکیل می‌دهند، امکان ورود این ویروس به سلول‌های بدن را فراهم می‌کنند. بنابراین ساخت پادتنی که بتواند این تاج متصل شود و از ورود به سلول‌ها جلوگیری کند، مانع از ابتلا به این بیماری می‌شود. زیو کونیکولوف، استاد بخش مهندسی کشاورزی و زیستشناسی دانشگاه I&M تگزاس و مدیر NCTM، اعلام کرد صدها پادتن برای مبارزه با ویروس در پلاسما وجود دارد و استفاده از نوع ترکیب شاخک پروتئین سریع‌ترین راه برای شناسایی نمونه‌های درست آن برای مبارزه با ویروس کرونا است. به گزارش دانشگاه I&M تگزاس، استراتژی NCTM مشابه با روش قدیمی مبنی بر استفاده از پلاسمای یک پزشک آمریکایی است که پس از درمان ابولا پلاسمای خون خود را در اختیار دیگران قرار داد. پزشکان و دانشمندان موفق به یافتن آنتی‌بادی هایی در نمونه خون این فرد شده بودند که می توانست ویروس ابولا را شناسایی و از ابتلای افراد به این بیماری جلوگیری کند. تیم NTCM در حال ساخت نسخه ای از شاخک های پروتئین کووید 19 هستند که می تواند برای اندازه گیری میزان لازم آنتی‌بادی برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری مورد استفاده قرار بگیرد. این شاخک های پروتئینی در زمان عرضه واکسن نیز مفید خواهد بود. یکی از محققان با نام سوزان وودارد اعلام کرد علاوه بر غربالگری پلاسما، شاخک پروتئینی برای تشخیص این موضوع که واکنش بدن با تزریق واکسن میتواند از ابتلا به کرونا جلوگیری کند نیز مورد نیاز است. علاوه بر این، توسط شاخک پروتئینی میتوان فهمید که آنتیبادی تا چه زمانی دوام میآورد و میتوان بدون ترس دوباره به زندگی عادی و محل کار بازگشت یا خیر. شاخک پروتئینی خالص برای شناسایی قدرت آنتیبادی در بیماران بهبود یافته اهمیت بالایی دارد و انتظار می رود آنتیبادی های ساخته شده برای مبارزه با تاج کرونا مانع از اتصال ویروس به سلول و ورود به آن شود. در هفته گذشته تحقیقاتی منتشر شده که مسئولیت بلند مدت در برابر کرونا را زیر سوال بردند. بنابراین شاید تولید تاج پروتئینی کووید 19 بتواند در این موضوع به دانشمندان کمک کند. همراهان عزیز همه چیدان، لطفاً برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب کنید و برای مطلع شدن از ویدیوهای جدیدمون روی زنگوله کلیک کنید.